خاطره 2015 فعلا پیش چشمانی و مجسم است که ما در افغانستان بودم و در مزار شریف بودم. این یعنی امی امروز 4 سال پیش بودیم. در چنین روز حادثه المناکی که نه تنها مردم ما را بلکه جهان متاثر ساخت، متعلم ساخت و دیدن تصاویری از یک دختر جوان بدون ارتکب شدن جرمی زیر دست و پای یک تعداد جوانان احساساتی و یک تعداد کسایی که همدن دست به کار دادن واقعا متاثر کننده بود. اما تنها زدن کافی نبود، جیان وقت پر از درد و رنج شد که همون جوانانی که همدی کار کردن جسد نیمه جان دختری را با انداختن تیل به آتش کشیدند و الله اکبر گفتند. و تا الله اکبر امروز صلاحی شده برای بسیار آدم های مخرص و استفاده جو که فقط با بلند کردن الله اکبر کارهای ضد اسلامی انجام میدن. نوشته خواندم در همین رابطه در صفحه آقای محمود بایر فرمانی، اون نشتر ما خدمت شما تقدیم میکنم و اکتفا میکنم به همین نشته. با آه و درد که آن روز 28 اوت 1392 خورشیدی برابر به 18 مارچ 2015 ترسهایی بود که تن معصوم و پاک دامن با چنگ و دندان درندخویان زن ستیز و انسان ستیز به فتوای سیاه دل سپید پوش در سایه دوشمشیر زیارت شاه زیر سنگ و چوب خورد و همین روبابه به آتش کشیده شد. شهامت بر بانوان ظلم ستیز و بدحت ستیز باد که پیکر متعهد شهید فرخنده را برخلاف سنت معمول بر شانه کشیدند و با اشک و آه و شهور تا گورستان نیک نامیش بدرقه کردند. یادواره های فرخنده ها، نادیه انجمن ها، تبسم ها و رخشانه ها در ذهن و ضمیر و وجدان آگاه ما همیشه باد. روحش شاد باد. و باز هم نفرین میفرستیم بر عاملین حادثه آن روز. خب بیننده گرامی، چرا ما گرچه میخواستم که امی بخش فرخنده شهیده در آخر برنامه بگیرم که پیوند بخوره با آهنگ از خانم شهلازلان شعر نادی انجمن، اما شما جریان درست پیش درست نیم مذارت میخواییم دیروز در صفحات فیسبوک و تا تلویزیون ها تماشا کردین. خانم با استفاده از امکانات دولتی و موترهای زیرهی قانون شکنی میکنه در حالی که خودش قانون ساز است و در برابر نیروهای امنیتی ما که امروز به مسابی یعنی فرزندان اصیل کشور، کسایی که از ناموس ملی دفاع میکنن، برای ما به نحیث قهرمانان مبادر شدن، این خانم بسیار بدرفتاری میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه و سلیه به صورت این سرباز عزیز ما میزنه. واقعا این خانم که شما همگی میفهمید که پروین درانی داره نام داره، ظاهرا وکیل است از آدرس کوچی ها ولی اقامت دائمی کانادا داره و باشنده تورنتو در منطقه ریچموند هل است. خب صحبت های در رابطه با مثلا میکنم، اما واقعا کار
پروین درانی کاری است که نبود که او را ما براحت بدیم و یا سرسری از او بگذاریم. پروین درانی کسی است که چند سه بار تا کنین دست به چنین عمل غیر انسانی و غیر ملی زده. پروین درانی مثل که الهی شاد و چند تن دیگه اینا از گودیگک های خائن ملی عنیف اطمر هستند که اینا را او میچرخانه و حمایت میکنه و به اصطلاح وطنی خود ما و شما از دور کاخ هاست که انگور در تاک هاست. ولی به خبر از این که دوران اطمر ظاهراً به پایان رسیده و هر روز خیانت هایش استفاده جویی هایش بر مردم برملا میشه. چند روز پیش شما شنیدین که عبدالله محب گفت که دهاتن کسایی است که از طریق شورای امنیت اینا تخصیه می شدن، اینا مزد بگیرهای سفارت خانه ها هستن و انوز هم از امکانات شورای امنیت استفاده می کنن که چند تنی را فکر می کنم نام برد و یا نبرد، ولی به هر حال اون لست ها را آماده ساخته که من یقین دارم یکی از جمله افراد خانم پروین درانه است. کسی که عمر خدا آل 6 سال است تقریبا که در تورنتوس و خب ادامه شد در صحبت خودم میشنیم. در پیش تجدید واکنش ها پس از لطکوب یک مامور پلیس توسط پروین درانه، نماینده مجلس وزارت داخله خواستار محاکمه او شد. ویدیویی که دو روز به این طرف صفحات در صفحات اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که پروین درانی نماینده کوچی ها به یک مامور پلیس فحش داده و باسلی به صورت او می زند. این برخورد نماینده مجلس با یک مامور پلیس با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی مواجه شده و بسیاری از کاربران آن را برخورد زورگویانه و خلاف قانون خواندند. کاربران همچنان خواستار مبارزه با زورگویی در کشور شدند. یکی از کاربران فیسبوک به نام دکتر مینا در این مورد به پلیس کشور گفته که ما از شما در برابر قانون شکنان و زورگویان حمایت میکنیم. وزیر داخله باید از مادونش دفاع کرده خواهان اعاده حیثیت شود. یکی از کاربران دیگر به نام علی مزیدی نیز نوشته که سلیه که این خانم وکیل کم ظرفیت به صورت سرباز امنیتی ما زد سلی به صورت مردم افغانستان و توهین به قوانین ملی کشور است، نباید دست کم گرفته شود. خب هموطنان ما زیاد نوشته کردن، اما از رحمت رای نبیل کمی جالبتر است که خانم به اصطلاح در پهلوی زی که دزد چراغ به دست مثل عمر رضا خیلواله چون از همون القصی خانم خزدوز هم هست. یعنی چون وقتی که به دوزی آدم عادت کرد دیگه با در وقتی که مثلا متوجه یک مال دوزی میشه و هر شکل تلاش میکنه که به دوزی خود ادامه بده. و این خانم در پهلوی که دوزی های کلان کنه یعنی مرتکب انجام یک خزدوزی هم شده. رحمت الله نبیل نشته کرده که وکیل درانی چند سال قبل در جریان یک سفر رسمی به دوبی به اتهام دزدی یک کمره عکاسی از یک فروشگاه بازداشت شد، اما به رسم مهمان نوازی ایت افغانستان و پادرمیانی ایت آزادش کردند. خب بیندای گرامی مختصره در مورد پروین درانه. البته یکی از خیانت های دولت کرزی و اشرف غنی است که کسانی که نه کوچی بودند و نه با عرف و رسم و عرانات کوچی ها اینا آشنایی داشتند از آدرس کوچی اینا به پارلمان را یافتند. دو تنش شما میشناسیم، یکی شنکه کروخیل بود و یکی هم پروین درانی. پروین درانی از آدرس کوچی به کانادا میه و شنکه کروخیل هم کوچی ها را ترک میکنه، میای سفیر میشه به کانادا. اینجا چقدر تخم نفاق و کینه کش کردی خانم مریض، پس دوباره میره از امو آدرس کوچی ها در پارلمان خود کندیت میکنه.
پس یه خیانت است که دولت مردان ما مرتکب میشن با حمایت از چنین افراد فاسد و مریض، که اینا در وقت یک وقت زمانی از یک آدرس میان ولی کارهای خود میکن، باز دوباره برمیگردن به مو آدرس و میگن که ما از حقوق شما دفاع کنیم. میکنیم خانم دورانی، تو از 2013 اقامت کانادا رو داری، بیشتر وقت تو در کانادا تشد، تو چطور از قوم کوچی حمایت کردی؟ چه کردی برای قوم کوچی مثل کشمکی که رو خیلی کاری رو نکرد؟ و با کدام وجدان شما فعلا رفتین باز شما خود از آدرس کوچی ها کاندید کردین که ما بخاطر نماینده کوچی ها هستیم؟ اصلا تا الان شما میفهمین کوچی کی هست؟ چی میکنه؟ چگونه زندگی داره در افغانستان؟ در گذشته چگونه زندگی داشت؟ و آل چگونه زندگی داره؟ این خیانت هاییست که از بیشترش عنیف اطمر مرتکب شد، که مثل امینا را آورد و لیلی ارشاد و چندین تا خانمایی را که یا کسایی را که آورد همین اطمر بود. همین اطمر در انتخابات پارلمانی بازم همین پرندرانه خواست از تورنتو که بیا. ریچمان هل بیندای گرامی یکی از قیمتی ترین محل هاییست که در تورنتو وجود داره و بیشتر میلیونرها زندگی میکنن و ایرانی ها هم بیشتر در این مناطق زندگی میکنن. و پروین درانی که در 2005 از ایران با جیب خالی به کابل آمد، حتی پول کرای خانه خود نداشت و مصرف روزانه خود، در اینمی محل زندگی میکنه. یعنی گدای 2005 ملتی میلیونر 2019 کانادا. چقدر جالب است که ما دو چهره متفاوت داریم، دزد چراغ به دست داریم که گدای کانادا و میلیونر افغانستان بود شد عمر زاخیلوال، برعکس ما گدای 2005 داریم که پروین دورانی و ملتی میلیونر کانادا. پروین دورانی بعد از مراجعت از ایران به عنیف اطمر مراجعه میکنه تا او را کمک کنه و حمایت کنه، و بعد از اندک زمانی به حمایت همی خائن ملی عنیف اطمر، این خانم به دور 15 پارلمان را پیدا کرد از آدرس کوچه و به دنبالش به دور 16. ولی همی خانم از تمام امتیازات پارلمان استفاده کرد، در حالی که از 2013 ای اقامت دائمی کانادا را به دست آورده. البته در 2013 سفر رسمی داشت به کانادا و در اینجا تقاضای پناهندگی کرد و بود باش هم میکنه. و این فقیرزاده 2005 چندین خانه و ویلای را خریداری نمود که یکی محل بود باشش و دیگر به کرایه داده. البته هم در این قسمت بیندایگرمی یک مکس میکنم که در این بخش تنها پروین دورانی نیست، ده ها تن دیگه کسایی که اینجا هستن و چندین سال پیش آه در بساط نداشتن، امروز در این ریچمان هلو در این تورنتوی ما خانه های $2 میلیون و بیشتر از او نقد خریدن، در حال کسایی که در کانادا زندگی میکنه 20-25 سال خانه هایی که زندگی میکنه هنوز هم قرضه بانک است که ماور قرضه بانک میتونه با سود کلانه. ولی هیچ عالی جنابانی که 5 سال پیش 10 سال پیش آه در بساط نداشتن امروز به تورنتو هستن و هر کدام در خانه های بالا گفت بالاتر از 1 میلیون و 2 میلیون و 3 میلیون دلار زندگی میکنن. و مردم های صادق هم خود معرفی میکنن، اگر که ما مردم های صادق هستیم از آبلی قف دست خود ما میلیون ها دلار رو پیدا کردیم. و آل کانادایی ها حق دارن که از دولت کانادا پرسون کنن که پولای تکس ما کجا مصرف شد؟ فساد اداری در افغانستان تنها مختص میشه به داخل افغانستان؟ چیزاییست که یعنی ما در آینده بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم و نمیگیم چی انجام میدیم، ولی اگر کارهای در این رابطه انجام دادیم نتیجهش به شما احوال خواهد دادیم. اما خانم دورانی دیگه او فقیر 2005 نیست که از فقر بناله و شکایت داشته باشه از بیچارگی و ناداری. رو سرمست از سرمایه بادکدی خود در کانادا زندگی لذت میبره و همی حکنون هم از امکانات شورای امنیت و پارلمان به شمول موتر استفاده میکنه. در انتخابات پارلمانی که تا هنوز نتایجش اعلام نشده، بار دیگه بنا به دعوت
انی فردمرگ یک تیم برخصاته بود و کابل رفت و تا از این قافله پس نمانه. پروین درانی که امروز یکی از میلیونرها است، آیا بیندای گرامی واقعا میتونه که از آدرس کوچی ها نمایندگی کنه؟ کوچی که نانی برای خوردن نداره و شب و روز در بیابان ها سرگردان است، چه قسمی خانم درانی میتونه از اونا نمایندگی کنه؟ و تا وزارت داخله باید آله که خبر خوبی را که شنیدیم که آقای مسعود اندرابی، آموز افسر پلیس که یاسین نام داره، مورد تحسین قرار داده و وعده کرده که اعادی عیسیت میکنه برش. امیدوار هستم که بیشتر در مورد کارکردهای خانم درانه تحقیق کنن، پولهایی را که اینا آمدن از 2005 به بعد از کجا پیدا کردن، قراردادی هایی را که یا کردن از کجاست. چند چندین موارد یادم است که خانم به زن انتقال اسلحه تا مورد تعقیب قرار داشت و این یک تحقیق کنن. اگه یک نفر پیدا شد ریشه ده ها نفر دیگه هم پیدا میشه. و همچنین دولت کانادا باید پاسخگو باشه که چطور به فرد که اینجا تقاضای پناهندگی میده، پناهندگی سیاسی میده. خب یک نفر که اینجا پناهندگی میده بیندای گرامی خب میگه که جان ما در خطر است، اگر در این کشور رفتن نمیتونم، ما اگر برم کشته میشم، بسته میشم، به زندان میرم. ده ها تایی هم اینجا وجود دارن. اما دولت کانادا چطور کیس از اینا را قبول میکنه، تقاضای از اینا را قبول میکنه و پیش از اینکه تا یا سیتیزن شون و ده ها مرتبه پس اینا یا از طریق ترکیه و یا از طریق پاکستان میرن داخل افغانستان کار میکنن، از اونجا پول میرن و دولت کانادا هم تماشاچی هم. و امیدوار هستم در این رابطه هموطنانی که آرزومند هستن که بعض جریانات را تعقیب کنن، خوب است که اینی مسائل در کانادا تعقیب کنن، تمام مسئولیت ها را به دوش شخص به نام نصیر خالد نندازن، اونا هم کارهای کنن. خبرنگارهای هستم اینجا، هست آقای برشنای نظری مثلا یکی از خبرنگارهای رادیو آزادی است که بعضا گزارشات نشر میکنن. ما تا یک مرتبه برای شما گفتم که برادر بالا این مسائل اگر شما تحقیق کنین که ببینید که چقدر پولهای دزدی از کشور به اینجا آمده، ولی اونام کمتر توجه کردن. ولی خوب است که آل حداقل این مسائل که بالا شده یه وضعی که آتاوا پرس برای ما نشته کنه از دزدی های افغانستان، وقتی که ما خود ما میفهمیم چرا خود ما ایره تعقیب نکنیم و در مطبوعات نشر نکنیم. به هر حال بیدای گرامی، خب بس در این بخش ما توجه شما رو به دو کلیپ جلب میکنم. در کلیپ اول که چگونه پروین درانه پلیس توهین و تحقیر میکنه و سلیکاری میکنه، و در کلیپ دوم همین فرشتگه که بیگناه، همین دختره که معصوم، همین خانم عاجزه چه قسم تقاضای دادخواهی میکنه و این را یک توطئه علیه خود میدانه. تماشا کنین، جالب است و ما دوباره برمیگردیم. د چارواکو موټرو کې څه وی چې د پلټنې څارونکو ته د پلټنو اجازه نه ورکوي. د پروین دورانی په نامه هغه وکیل چې د کابل ښار په مسعود څلور لارې کې د پلټنې پولیسو ته د سپکو سپورو ترڅنګ واښ کوي او نه پرېږدي چې موټرې وګوري. د تلاشی محل ځینو پولیسو د نوم نه ښودلو په شرط ژوندون ته وویل چې میرمن دورانۍ څو وار وړاندې هم له پلټنې پرته د تیرېدلو هڅه کړې وه. پولیسو له میرمن دورانۍ د موټر د اسنادو غوښتنه کوله چې د میرمنې لخوا پرې د څپېړو ګزارونه وشول. په امنیتي کسانو باندې په داسې مهال د وکیلانو او بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب لرم گران وطنوالو ته. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام خواره و برادرایم، تمام دوایر امنیتی کشور عزیزم. پروین دورانی هستم، وکیل ولسی جرگه. با تاسف و تاثر زیاد که دیروز همچون برخورد امرای ما شد، میخوایم که برای شما کم وضاحت بدم.
لکه وضاحت ورکم په دغه موضوع باندې چې پرون دا حادثه دا ولې وسوه. نو څلور پنځه ورځې مخکې همدغسې همدغه څو نفره راته ودرېدل، مانه کارت یې زرې وغوښته، کارت یې موټر وغوښتل، دا مې ورکړل. خو متاسفانه هغه ورځ باندې هم دوه درې ساعته ودرولم تر څو چې له سفریت قطې نه څوک راغلل، دوه درې نفره راغلل او دا یې زه ورسره راغلم. بیا پرون دا خبره تکرار وسوله، چاره یې ساعته مې ته چې کله راورسېدلم بیا هم دغه موضوع تکرار شوه. دوی بیا یو بل سره وویلې چې دا هماغه ښځه ده، راځئ نو ځای ته پرې نږدې، هله یې محاصره یې کوي. بس یو وارې کلاشینکوفونه او محاصرې په ما شاوخوا، موټر راته قطار شاوخوا ودرېدل او ما نه یې زری امر غوښته. او بابا زه زری امر نه لرم، درې میاشتې کېږي چې ما د زری موټر اخیستی دام دی. بعضې زه د دوه دورې وکیل وم، د امنیتي له لحاظه موږ او تاسو ته معلومه ده چې وضعیت د وطن مو ډېر خرابه ده. په دې دوه دورو کې زه نه باډیګارډ ګرځوم، په دې دوه دورو کې زه نه یو اته سلاد څه کوي چې چاقو په خپل موټر کې نه لرم. دوی ته مې ورته وویل چې ورونو راځئ، که وزارت داخلي ته ځئ، امنیت ته ځئ، دفاع ته ځئ، هر ځای چې ځئ راځئ لاړ شو. بس چا ته ووایئ په هیڅ صورت شاوخوا یې دما یې محاصره کړله. تقریبا څه کم درې ساعته یې زه درولی وم. ما باور وکړئ چې رئیس د تحقیقات جنایي ټولو ارګانو سره مې تماس ونیو. بدبختانه یوه هم داسې جواب نه راکوه. فکر کوم چې دا دستوري و. ما فرید خان ته حتی زنګ ووهه چې د ډېر بد رقم ما سره برخورد وکړه او دا یې راته ویلې چې هغه دې موږ مربوط نه کېږي. ما ورته ویلې وروره زه خو د نور چا نمبر نه لرم، دا دوستان چې راغلي وزیران د درې میاشتو کې درې څلور وزیران تغییر و تبدیل شو، موینان تغییر و تبدیل شو. زه چې لاړلم هم څو ځلې شناخت نه لرم هیچ چا سره. د یوه یې نمبر راکړه چې اقلن له دغه حالت نه ماته نجات راکوي. موټر مې ورته خلاص کړه. بس موټر ته یې کلاشینکوف نیولی و، وښه تر هغو پورې وښه چې ذاتي نو زه هم شکر یم چې ډېر عصباني شولم چې دروازې مې ورته خلاصولې چې راسئ وګورئ ما په موټر کې څه شی دي. زه یوه دانه ښځه ته تک تنها یوه ښځه دلته ناسته یم یو موټروان سره. وګورئ تلاشي وکړئ، تلاشي غواړئ، خو زری امر نه لرم. بس څه وکړم، راځئ چیرې درسره لاړه شم. په هیڅ صورت باندې دوی دا نه قانع کېدل، نه یې پرېښودلم او نه یې څوک راتلل چې زما غم وکړي. بس لکه یو مجرمه چې هغلته زه ولم. باور په خدای وکړئ چې د تاسې په جای، یعنې د ما په جای تاسې هر یو ولئ چې د تاسې خور او مور ته په دې رقم بد لهجې باندې څوک کنځا وکړي، په خدای قسم د سل رقمه کنځا یې راته کړي دي. بیا مې هم غږ نه ده کړی. په موټر باندې وښه ذاتي مې نظر ته اور اخیسته چې خدای ولې په دا رقم حالت روان ده. دا مه وایسته چې یو پولیس په دې پولیسانو کې سل رقمه خلک ستا ده، زر رقمه خلک ستا ده. زه یې په دې دوو دورو وکالت کې چا له ما نه داسې شکایت، څوک له ما شکایت لري؟ آیا زه غاصب وم؟ آیا زه رازان وم؟ آیا زه خدای نه کده جاسوس وم؟ آیا زه انتحاري ولم؟ ما څه شی کړي ول؟ زه یوه ښځه ولم. په افغانستان کې تاسو ته خو دا معلومه ده چې شخصیت کشي ډېر زر کېږي. معنې هغه بد ورځ دغه اوس هم زه په خدای قسم د خبر نسم کولی، لبس چې ډېره جګرخونه یې. هغه سړی چې دا رقم حالت ما پې وار کړی، د دوه وارې په ما وار کړی. که نه یې امنیتي کمرې دي، امیدواره یم چې هغه چک سي او په دې کې ګوتې ونه وهل سي. یو وارې چې هغه امنیتي کمرې تاسې د افغانستان له رئیس جمهور نه، د افغانستان له سترې محکمې نه، د افغانستان له لوی څارندوال نه، د وزیر د داخلې نه، وزیر د دفاع نه، رئیس د امنیت نه، زه دا د یو پښتنې خور په صفت، یو افغان خور په صفت خواهش کوم. ما خواهش میکنم که حق مرا از همچون انسان ها بگیرین. امرالله صالح برادر، شما که ای گپم گفتین که باید امر میکردین، من ازت خواهش میکنم گپتا بگی. اگر ایواز من شما یا خواهرتان، مادرتان، خانمتان در می حالت می بود، شما چی اقدام میکردین؟ خانم تبسیلی بزنه کسی؟ خواهر تبسیلی بزنه کسی؟ طرفش سیل میکنیم، هیچ چیز برش نمیگی. سه ساعت اگر استاد باشه، دوستتان دارم، برادرایم هستین، احترامتان دارم. من میخوایم اعاده حیثیت خودم میخوایم، من عزت و عفت خودم میخوایم از پیشتان، حق خود از پیشتان میخوایم. به صفت یک زن افغان، به صفت خوارتان، من از رئیس صاحب جمهور و مملکت خود، از لوی سراندوال باز هم خواهش میکنم، از قاضی القضات، از رئیس صاحب امنیت که حق مرا بخواین. من کسی نیستم که
ظالم باشم، کسی نیستم که خدای نکده جابر باشم. در این مدت حق کس را نخوردیم، به کسی ظلم نکردیم، حتی به صدای بلند بر کسی گپی چیزی نگفتیم. لطفاً یک طرفه خواهش میکنم قضاوت نکنیم، حداقل یک بار ببینیم اونمو عکسایی را که ما گرفتیم، فیلمایی را که گرفتیم. بدبختانه ما در موالت میلرزیدم، حالتم بسیار خراب بود. اینطور عکس و فیلم گرفتیم که نتانستیم امو هدف خود به دست بیارم. وقتش ما با این فکر بودم که من امرای ارگانای امنیتی در تماس شوم که بیاین حداقل از این حالت مرا نجات بدن که کار فرخنده امرایم نشود. یک حالت بود سرم که واقعا می ترسی ایده داشتم، دروازه رو واز نمی کردم به خاطر که بسیار عمله سرم می شد. هر کدامش کوشش داشت که مرا بزنه، حمله سرم بکنه. ما به خاطر از این بارها خواهش کردیم که برادران بیاین بریم، هر جایی که میرین یک نفر تانم بیاین بریم. ما ترس از این دارم امرالله صالح برادر که در افغانستان که شما هنوز معاون این کشور نشدیم، معاون اول نشدیم، همچون گپ را میزنیم. لطفا بازی گپ را نزنیم که تمام خوارای همچون آلت که امروز سرمست یا سر فرخنده است، هزاران فرخنده ها ایجا قربانی خواهد شد، هزاران خانم ها ایجا قربانی خواهد شد. من صدای خود از جامعه مدنی خواهش میکنم که صدای مرا بشنون، صدای مرا خوارایم بلند کنن. آیا من کی بودم؟ یک زن بودم که نه سلا داشتم نه چیزی داشتم. باز خواهش میکنم که صدای مرا بلند کنین، به جهانیان برسانین، به متنایم برسانین که همچون برخورد که امرای من شد امرای دیگه خانما نشه. تشکر بسیار زیاد، زنده باشین و السلام علیکم.